دوستای خوبم سلام به کلاس درس خوش اومدید. این جلسه میخوایم با هم دیگه یه مثال از محاسبه مجموع جملات یک تصاعد حسابی حل بکنیم. از ما پرسیدن که مجموع تمام اعداد زوج کوچکتر مساوی 100 چقدر؟ چه خطی بچه ها؟ اولا قبول دارید اعداد زوج که میشن دو، چهار، اله خود صد یه تصاعد حسابی هن. چرا یه تصاعد حسابی هن؟ چون هر جمله از جمع جمله قبلیش با قدر نسبت به دست میاد قدر نسبتش چیه بچه ها؟ اختلاف دو و چهار چیه؟ اختلاف هر عدد زوجی با عدد زوج قبلی خودش چیه؟ عدد دو درست خب یادتونه تو جلسه قبل گفتیم که مجموع جملات یک تصاعد حسابی برابر با تعداد و جملات و اون تصاعد حسابی ضرب داره. جمع جمله آخر به اضافه جمله اول بخش جمع جمله اول به اضافه جمله آخر همه اینا تقسیم بر دو خب حالا برای اینکه مجموع تمام اعداد زوج کوچکتر مساوی 100 رو حساب بکنیم بعد از این فرمول استفاده بکنیم آیه که من میدونم چیه آیه که من دوه آنمونم میدونم چیه صده ولی من اینو نمیدونم چیه بچه ها اینو چجوری باید حساب بکنیم میدونم خیلی الان شما همه جواب این سوال رو خیلی با من اقتدار دارید ولی من میخوام یه بار دیگه حساب بکنم میگید که اگه یادت باشه به ما گفتی که جمله انوم یک تصاعد حسابی برابر با جمله اول به اضافه ان منهای یک ضرب در دی که در نتیجه جمله انوم تصاعد حسابی ما که اینجا صده برابر با دو به اضافه n منهای یک ضرب در دو که در نتیجه n منهای یک ضرب در دو برابر با 98 در نتیجه, در نتیجه. n یک برابر با 98 تقسیم بر دو 98 تقسیم بر دو بچه ها میتونید ذهنی حساب کنید چی میشه؟ من قبلا حساب کردم یه ذره تقلب کردم 98 تقسیم بر دو میشه 49 در نتیجه انمون چند چنده بچه ها؟ این 50 پس تعداد جملاتی که ما تو این تصاعد حسابی داریم 50 یه بار دیگه میام تلاش میکنم از اون فرمول استفاده کنم پس در نتیجه ما داریم 50 زب در 102 تقسیم بر دو که برابر میشه با دوباره من باید یه ذره فضا باز بکنم دوباره از پاکن استفاده بکنم برابر میشه با 25 ضرب در 102 که من دوباره اینم قبلا حساب کرده بودم میشه 2550 شما اگه به محاسبات من شک دارید که کاملا حق دارید شک داشته باشید خودتون یه بار دیگه اینو حساب بکنید مرسی که تو این جلسه با من بودید توی جلسه بعد یه مثال یه مقدار عملی تر از مجموعه از به دست مجموعه تصاعد حسابی مجموعه جملات تساوی حسابی حل می‌کنیم فعلا خدافظ